هفتا، یک، دو، سه، چهار، یکی دیگه به تسود باش پسر. این هرم بکیری تا آمده داشت، هندادت باشه. ممنون، اونم بذار داداش. فعلا خدافز، من رفتم. چیه داداش ابراهیم، بگو ببینم. ها؟ ببینم، چقدر میدیم؟ چقدر؟ فعلا هیچی نمیدم. باشه مارو. İçerim yanıyor yar yar yaram bekledi Bana nazlı yardan aman bir haber verin İçerim yanıyor yar yar yaram bekledi Bana nazlı yardan aman bir haber verin Sebzemini yara abarta! بگیرش دیگه، مشتری منتظرم. نوش جان، پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس میدیا انترتینمنت. بفرمایید. بله. بله. البته اسمان اسمان. اکی. بله بله. بله اسمان. بله بله. لامصب دیگه چیه لعنتی؟ به خدا ضررش بیشتره، مطمئنم. چه ضرری بابا؟ بخار آب دیگه. چیزی نیست که. روی انسان فقط واسه اکسیژن ساخته شده. غیر این ضرر داره. بعد میگم بگو بعد. ظفر. آره درست. ظفر. تازه این یه وسیله است پسر. وسیله؟ یه ابزار استفاده ازش مجوزه میخواد چی آخه؟ این ولش کن تو رو خدایی. یه دستگاه مکانیک. دستگاه بخوره دیگه. داری فقط میمکشیش. خیلی مسخره است. میدونی این چه جور چیزیه؟ فکر کن اومدی خونه من، رفتی تو سالن. منو میبینی که دارم میز قهوه خوری رو میمکم. دقیقا اینه اونه. من که اصلا نمیخوام یه همچین صحنه‌ای ببینم. میز آخه. بابات میدونه؟ من که سیگار میکشم؟ نه، این رابطت با وسایل خونه رو میگه. چیت میگه بابا؟ فعلم کنه. بیا اینجا ببینم کل گنده فوش. اینه که داری میگی چرت و پرت دیگه. دلم کن. آچم نکنه. زود باشی میگه تو غذا حاضره. ظفر، ظفر پسر، زود باش بیا تو غذا حاضره. باشه پسر. از چی هست؟ یعنی نمیدونی کل روز چی داری میپزی؟ خب از کدومشه؟ آتا کن، این سیب زمینی رو از ابراهیم میگیری؟ از تو شو باید بگیرم آمشی. دیگه از اون نگیر. اوه بس 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 سیب زمینیش مثل نونه، مشتریام خوششون نگیر. یه روز یه جوری بزنمش که صدا بده، البته به وقتش. چرا؟ چیکارش داریم؟ هیچی، ازش خوشم نمیاد. بچه ها، امروز پنجمین سالگرد فوت زنده عاشقتون ها. خدا بیا رحمتش کنه. فرد و پس فرد یه لقمه بذارید به مشتری ها خیرات بدیم. آتاکا، یادت نرو. باشه داداش. بچه ها، برای فردا یه کار جدید داریم. یه جشن تولد انگار. خیلی سختی نداره. 6 نفر است. فردا بعد از ظهر ساعت 4. اوکتای میدونه. پرونده دست اوکتای بهتون میگه. سرهان، ظفر، سربست و سویل و منم هستیم. آتاکان ساعت 1 میاد دنبالمون، میریم اونجا. پیش غذا با ماست، سرویس هم با ماست، غذای اصلی هم با ماست، نوشیدنی و دسر و شیرینی ولی با ما نیست. دو تا میز باید بشه. من و زنده داشت سویل پای اجاق وایمیسیم. ظفر و سرهان هم سرو میکنن. سربست هم مسئول هماهنگیه. دقیق 6 نفر میشه؟ آره دقیقاً. اول پیش غذای گرم و کیک تولد میاد، شمع رو فوت میکنن، بعدش هم غذای اصلی. میمونه یه چیز. قرار همه برچسب اسم داشته باشن. ظرفام هست؟ ظرفشویی یا این چیزا نیست. ما کاری نداریم. منو رو چیکار کنیم؟ چیو چیکار کنیم؟ تولد دیگه میتونیم 3 مدل غذای اصلی درست کنیم. قبلا یه بارم برای تو از اون ساندویچ انگشتیا درست کرده بودم، اونم خوبه. یه سالاد روسی هم درست میکنیم. خوبه دیگه، کوفته هم لازمه. نه لازم نیست. مرغ و برنج هست دیگه، خوبه همینا. آره باش. آب دیگه همینا کافیه. الهامی. الان من باید هر شب شما رو برسونم خونتون. حیوان 2 قدم راه دیگه، مگه گذاشتی رو کولت ببری؟ ماشینو دادم تعمیر، گفت 2 روزه، یه هفته است نداده. خب چیکار کنم؟ نمایندگی؟ بله.
داداش تو دارو تو بعدشام نخوردی یا؟ برداشتم گذاشتم تو جیبم، تو ماشین میخورم. یه بطری آبم صبح گذاشتم تو ماشین، یه بطری پلاستیکی. چه برنامه ریزی؟ جدی میگم، همیشه یه قدم جلویی. آقایون، لباساتون اوتو میزنید. سربست، تو این برچسبه اسم یادت نره و دستکش سفیدم باید بپوشیم، اونا رو هم اوتو کن. داداش اونا رو نمیشه اوتو کرد، نایلونیه، میسوزه، سوراخ میشه. بذارم روش پارچه بذار، بعد اوتو کن یا حداقل بشورشون. بس دیگه، حل شد دیگه، ول کن. نشده. چون اگه نشه جذب خون نمیشه. حالا میتونیم بریم. یه دقیقه وایسا، من پیاده میشم. بعدم بهتون زنگ میزنم، شما برید. ای بابا، خب چی شد؟ بگو. اوف بابا، تو اصلا خردکانی رو دست نداری، چه دختر باحالی هستی تو، آخه چقدر باحالی. ایتیر جانم، میدونی که پیدا کردن دختر خوش صحبتی مثل تو خیلی سخته. من پیدات کردم دیگه، ولت نمیکنم، میفهمی؟ ببین میگم یه برنامه ردیف کن، هم دیگه رو ببینیم. اون چیزم بگو بیاد، یه دوستی داشتی چی بود؟ نه اون، نه بابا اصلا اونو ولش کن، آدم مزخرفیه، با مای فرفری اون عینکش به درد نخوره اصلا. نمیدونم چرا با اینا میگردی، به خدا نمیفهمم. نمیخوام یه وقت محدودت کنم، فکر نکن اینجوری. اما الان دارم اوتو میکشم. آره میگه قطع کنی. حالا یکم دیگه حرف میزدیم نه؟ آره دیگه. ببین من بهت زنگ زدم یا تو زدی؟ من زدم نه؟ آره من زدم. باشه عزیزم، پس اول تو قطع کن. باشه؟ نه تو قطع کن. باشه، خداحافظ. مراقب خودت باش. باشه؟ خداحافظ، خداحافظ. ای خدا. برای تولد اومدیم؟ بله آقا توزان. ایشون میرسن. شما بفرمایید. خیلی خوب. سلف سرویس هر دو طرف رو آماده کنید. آقای توزان و دوستاش وقتی برگشتن شاید بخوان یکم استراحت کنن. اون موقع سرو نوشیدن رو شروع کنید. کیک و ساعت 7 میبرن. خب شما چه کار کنیم؟ اونا رفتن شکار، شاید بخوان هرچی که شکار کردن رو بخورن. شکار؟ اینجا مگه شکارم میکنم؟ چه شکاری بابا، نکنه اونم ما باید بپزیم. نه جانم، اون وظیفه شما نیست. چیزایی که آماده میکنید حتی اگه خورده هم نشه دستمزدتون پرداخت میشه. به موقع حاضر میشه دیگه نه؟ حاضر میشه، حاضر میشه. عجب شکاری سلام، چه خبر هستم؟ من که خیلی گوشتم. یکی موزیکی چیزی بزنم. آقا چیز سفارش چه شروع کنیم؟ ما که نمیدونیم اینجا چه غذایی آقا یه توزان اگه مایل باشی پذیرهی رو شروع کنیم. باشه باشه، شروع کنیم، شروع کنیم. آقای تناز میتونیم شروع کنیم؟ شما همینجوری میخواییم بشنیم؟
شما از اونجا نمیخواییم بلند شین دیگه نه؟ چرا واسه بلند شین؟ خیلی خب باشه، ببینید تدارکات این مراسم واسه ما خیلی مهمه. به ما نگفته بودن، یعنی گفته بودن 6 نفر، الان که بیشتر ما استرس گرفتیم. خب این باید براش تدارک دیده بشه. تولدتونه بله، ولی میبخشید برای سرویس دیگه بهتر لازمه سربس تو از سمت آقا توزان کارو شروع کنی. ظفر، سرهان بیاین اینجا ببینم بابا. شما اون طرفو دست بگیرین. زنده داش تو هم حواست به اون خروجی باشه، یادت باشه یعنی مراقب در باش. خب حالا من چیکار کنم؟ ها منم از این آقایون پذیرایی میکنم. بابا یه دقیقه زبون به دهن بگیر. اون آهنگ بی صاحب خاموشش کنین دیگه، این چه وضعش آخه؟ 1 2 3 4 5 6 آی زهر مار. خب من دارم میشمارم بسته دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 چه دیگه؟ مباشر این یارو مباشره کجاست؟ اون نیست پسر مباشره. نی چی شد؟ نشد دیگه. چرا نشد؟ هدف ثابت نیست، یکی هم فاصله. از این فاصله نمیتونی شلیک کنی؟ خب نکن. تو میتونی تو بیا بزن. بگن برم یارم یکم بیلمیانم اولا بیلیم elimdeki benim değil dünyacı fani. Bugün varım, yarın yokum, bilmeyenler olabilir. این دیگه چه وضعی بود دکتر؟ 11 نفر از شکار اومده بودن، از سر تا پا مسلح، هر چیزی ممکن بود بشه. ممکن بود اونجا بمیریم، اینو میفهمین؟ ممکن بود پوستمون رو بکنن، کارمون تموم بود. چرا شما اینقدر خرین آخه؟ داداش من ازت پرسیدم 6 نفرن یا نه، همین ازت پرسیدم. خب دقیق میگفتی دیگه. خیلی خب باشه، حالا 11 نفر بودن عیبی نداره، ولی اگه یه حوزن و بچه‌هاشون هم میآوردن چه غلطی باید میکردیم؟ هان چه غلطی؟ چی کار باید میکردیم؟ اون وقت بود که من میگفتم عملیات کنسل. آره کنسل. بعد به مرکز چی میگفتی؟ چی؟ آدم زن بچه‌شو به خودش میبره شکار آخه. نه من که همیشه با شماها میام. زنده داشت، من منظورم تو نبودی که. آخه چه ربطی به تو داره؟ تو چرا خودتو با زن یارو یکی میدونی؟ زن یارو مگه کیه؟ تو رو خدا یه سر به خودمون بیایم داداش. آخه ما داریم چیکار میکنیم؟ هم یارو از داشت میرفت سمت تفنگش، اگه میرسید و زنده داشت نمیدیدش، سه نفر اونو زده بود میکش تمام میشد میرفت. این چه وضعی آخه؟ نگم چه مسخره بازیه؟ مگه ما ضعف هوش داریم؟ آخه چرا اینجوری؟ باشه بابا بسه دیگه، بسه، ساکت شی تو رو خدا. خیلی خوب بعدا حرف میزنیم، به بابا من میگم، فهمیدی؟ بسه تمومش کنید، ساکت باشه. این اسما رو کی نوشته بسه؟ من نوشتم داداش. این چیه آخه؟ اسم خودتو نوشتی بکیر؟ این چیه واسه من نوشتی؟ پسر تناز آخه. آخه گوسال تناز؟ تناز دیگه چیان؟ یارو اسممو میپرسید نمیتونستم بهش بگم. ترکان، تارزان، تیرپان. اسم یه زن 45 ساله گذاشتی رو ماخه پسر جون. یارو باورش میشه؟ ببین سربست تازه گلم میکنی. آره خلاقیت و نوآوری ها باشه، خیلی خوب، ولی ضعف اطلاعاتی و هوشی نباید نشون بدیم که. اشتباه و خطا از بقیه نیست. این چه وضعی آخه؟ یکم باهوش باشید، با انرژی تر، پویاتر، هوشیارتر آخه، یه ذره بهتر. اسم برام گذاشتن کنگر. ها نه بیا انگار بچه گربه. اتاکان اون پنجره بی صاحب و واکن. پسری خیلی بوم بود.
لینکشو بفرست دوانجا کنم مردم و خنده لنتی. باشه فعلانه آقا، یه لحظه بیا رمز اینترنتو میشه بدی؟ بله میدم. او جان، گفتم او، حرف او، دو تا اوی دیگه هم بزن که دیگه. بعد اولیش اوی کوچیکه، فقط دومیش هم اوی بزرگ. سه تا شد یه ژ داره، ژ سه تا سه داره، یعنی سه تا سه. بله بله، سه تا رقم سه داره ولی سومیش سه کوچیکه. چی هست؟ آره، حالا یه گه بزن، گه شیش تا آ بزن، یک یه دونم هی کوچیک. این 6 میلیون. این دیگه چه رمزیه؟ تو بنویس دیگه، بنویس. 2 میلیارد. 2 میلیارد؟ به حروف البته. باید بنویسی 2 میلیارد. فکر میکنم داری منو میپیچونی و رمزا نمیخوای بدی. داریم دانلود میکنیم. دانلود میکنی؟ یکی از دوستام اینجا رو بهم پیشنهاد داد. همش هم تعریف میکرد. منم با کنجکاوی اومدم. اما این طرز برخورد با مشتری عالیه. دانلود دارم. دفعه دیگه قلکم بذارید. به امید دیدار. روز خوبی داشته باشی. بازم اینجا بیای. چرا مشتری رو ناراحت میکنی؟ خب ازش خوشم نمیاد. یعنی چی خوشت نمیاد؟ مگه میشناسیش؟ کیو؟ یارو رو دیگه. تو طرف از کجا میشناسیش؟ خب ما چیزه، یه دوست مشترک داریم. ایتیر، برای اونه. ایتیر؟ نه. چی نه؟ نه دیگه. چی؟ چی؟ چی چی؟ تو دوست دختر داری طوله؟ داداش نه. از کجا در میاری اینو؟ چه ربطی داره؟ یعنی چی؟ سرباز ببین، اگه دوست دختر موس دختر داشته باشی پدرت در میارم ها. داداش آخه این حرفو چیه میزنی؟ چرت و پرت چرا میگی؟ اصلا دوست دختری در کار نیست. ببینم بابا میدونه؟ بابا به روح مادر خدا بیامرزم قسم کسی تو زندگیم نیست، هیچکی نیست. سرباز تو نمیتونی قانون شماره یک این خانواده رو به زیر بغلت بگیری، فهمیدی یا نه؟ اصلا چی میگی شما؟ تو چی میگی؟ نه نه تو چی میگی؟ دست رو بگیر پایین، دست رو بس تو جیب، دست رو بس تو جیب، دست تو جیب فراموش نشه. داداش نمیبینی مگه تو؟ دست رو بس تو جیب، دست تو جیب فراموش نشه. هی دست رو بس تو جیب. هی پسر شما برادرید؟ مگه دیوونه شدیم؟ ای بابا مواظب حرف زدنت باش، چرت و پرت هم نگو. استغفر الله. بزنه چک. اینجا محل کارا، اینجا محل کار آدم باشین. کسافت های مرز. کاهو بنویس، کاهو ده به خودتون بیاین دیگه. امروز فقط یه مشتری اومد اینجا. اسفناجم بنویس، بنویسش. کلمه هم همینطور. اینطوری نکنید دیگه بابا، خسته شدم. آخه دیگه خسته شدم، به خدا خسته شدم. رو کارم بنویس. چهار تا بریم داداش. خب همه اومدن. کار کوچیکه ولی خیلی مهمه. هدف پیک پیتزا فروشه. یک کیف هم راشه. روز پنجشنبه بین ساعت 2 تا 2 روب از خروجی جاده اصلی میگذره. اونجا کمین میکنید. حساب پیک رو میرسید و کیف رو بر میدارید. میخوام دقت کنید. اون کیف خیلی مهمه. مراقب باشید. پیکو همونجا به حال خودش ول میکنید و کیفو میارید. ایشالله که شرمندم نکنید. این که پیک پیده فروشیه؟ دهنتی نوچ؟ اونا خودشه. برید خودشه. بودو داداش
داداش یارو بد جوری گاز میده، عمره بتونیم با هم چه ور داغونی به موتور برسیم؟ آخه چه فکریه ما داریم، چه جوری میخوایم سر من درد نزنه؟ آتاکان تونتر برو گازو بچسب. کجا بچسبونم داداش؟ یارو زیر پاش باتره. اساسی پیدای یارو رو دزدیدی، طرف مرده، تو مگه گشنه‌ای احمق؟ آماده باشی تو ماسکت کن. اون لحظه که عصبانی شدم انداختمش بیرون. نه ای بابا، این موضوع ماسک و کلاه یکم جدی بگیره دیگه، خواهش میکنم ازتون لطفا. داداش چه ربطی به جدی نبودن داره آخه؟ خب انداختمش رفت دیگه، میخوای برم برش دارم؟ عصبانی شدی و دیدی مهدت داره صدا میکنه، گفتی فیدایی رو بردارم بخورم ها. گاز بده داداش دیگه، گاز بده دیگه، رو کاری نمیشه که دیگه، باید بریم دنبالش الان. با این مینیبوس هم که نمیشه بابا. گاز بده، نمیری داره چقدر تند میره؟ گاز بده، گاز بده. شدنی نیست صدا، شدنی نیست. این کارو فراموش کنید آقا، فراموش کنید. شوخی مگه؟ خفه شو به من دهنت دیگه. داداش پشت چرا قرمز وایستاد؟ چیکار کنم؟ پشت دیگه جونم. زفر! زفر! احمق! مگه دیمونه چه دیگه اینجا؟ بیا اینجا دیگه! بیا اینجا زفر! تو مگه احمقی پسران؟ تو منو دیمونه نکن دیگه! وسط شهر آدم میشه کش! باید بریم یه جای آروم و ساکت اونجا خفتش کنیم! احمق چرا نمیفهمی؟ داداش شکتاک ببین رادیو داره تبلیغمون رو پخش میکنه. رستوران آناتولی 1071، جواهر استانبول واقع در روستای کادیکوی، جایی که مزه های شرق و غرب به هم گره خورده، در ایستگاه تاریخی حیدر پاشا. آره واقعا خیلی خوب شد. پذیرای شما عزیزانه، با ما تماس بگیرید تا خوشمزه ترین غذاها با چاشنی های خاص و افسانه ای رو امتحان کنید. رستوران ما آناتولی 1071 در روستای کادیکوی نزدیک استانبول و واقع در ایستگاه تاریخی حیدر پاشا، لذت چشیدن طعم یک غذای Anadolu tatmin yetmiş bir, Anadolu tatmin yetmiş bir, Anadolu tatmin yetmiş bir, bin yetmiş bir, bin yetmiş bir, Anadolu tatmin yetmiş bir, Anadolu tatmin yetmiş bir, Anadolu tatmin yetmiş bir, bin yetmiş bir, bin yetmiş bir, Anadolu tatmin. بله اومدم. چه خبر؟ هیچی خواب. فیلم میدیدی؟ نفهمیدم چی شد وسطش خوابم برد. چیزی شده؟ یه چیزی میخوام بگم. چی؟ یه مدت نباید همدیگر رو ببینیم، نمیدونم چقدر، ولی بدون که خیلی دوستت دارم، خیلی، یعنی جونمو برات میدم، شکی نیست. ولی خب میدونی این رفت آمدهای بی خبر و یه سری اتفاقای دیگه اینا. باشه دیگه، هم دیگه رو نمیبینی. یعنی چی؟ چی یعنی چی؟ هم دیگه رو نمیبینی؟ انگار همینو میخواستی، مشکلی نداری؟ چیو میخواستم سهران؟ میگی هم دیگه رو نبینی، میگم باشه هم دیگه رو نمیبینی، هر چی تو میخوای همون میشه. منو به خانوادت هم که معرفی نکردی، بهم گفتی چند تا برادر داری، حتی یکیشون هم ندیدم. تا حالا منو به رستورانتون دعوت نکردی سرمان. میگی 11 شب بعد زنگ نزنم، میگم باشه، منم زنگ نمیزنم، چیزی هم نمیپرسم، میگی بگو من 5-6 روزی نیستم باش کنار بیا.
میگم باشه، میگی خانوادت سنتی فکر میکنن و این روابطو نمیپذیرن، میگم باشه. الانم اومدی میگی یه مدت همدیگر رو نبینیم، باشه سرحان. واقعیتش ما خیلی وقت همو نمیبینیم. واسه خودت بیخبر میری میای، ولی من نبیام نبرم. انگار یه روح تو زندگی تو هم. من باید چی کار کنم؟ یه گوشه تنهایی بچه‌مو به دنیا میارم خب؟ مثل یه گربه تک و تنها. بعدن حرف میزنیم سرحان. تو فیسبوک لازم بود برام پیام بفرست. به دنیا بیارم؟ یعنی چیو به دنیا بیاره؟ ظفر اون چیه گذاشتی سر از؟ کدوم بابا؟ آه اون کیسه پلاستیکیه بابا، کیسه یه پیده فروشیه، پیده فروشیه ایوز. خدا رو شکر که زدیدش زنده است. آره خدا رو شکر. از شانستون کسی ندیده که شلیک کرده. ولی خب نتونستید پیکر رو بذارید، یارو فرار کرده، کیف هم نتونستید بگیرید. اکتای من برای چی تو رو به عنوان یه فرمانده بالا سر این گروه تو عملیاتم میفرستم ها؟ اصلا چرا این کار رو میکنم؟ آخه بابا جان، مشکل اینه که پیکه یه دفعه پیده فروش عذاب داره. من به نظرم که بشینیم کلاهمون رو قاضی کنیم ببینیم کجا رو اشتباه کردیم، اینجوری بهتره. برای شما مگه تازه کارین؟ مگه دفعه اولتون بوده؟ نه. اگه چند تا آدم از خیابون جمع میکردن بهتر از شما این کار رو تموم میکردن. میدونین فردا چی میشه؟ پولمون رو نمیدن دیگه، چی بگم؟ مجازاتمون هم میکنن مگه نه؟ نه 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 نه، فردا از مرکز کل یه مفتش بیام. بفرما. بازم دارم میگم از مرکز کل، این اطلاعات و فیلمم از همونجا اومده. یعنی رسما گند زدین؟ ساعت چند میان بابا؟ چطور مگه بسار؟ نکنه برنامه ای داری؟ نه نه دارم. کسی که صدمه ندیده ها؟ خیلی خواه باشه، فعلا برید شکمتون رو سیر کنی. چی شده؟ همینجوری اومدن. چرا؟ همینجوری دیگه، گفتم یکم راه بریم. مگه کار نه داری؟ کاری ندارم. چی کار داری؟ میگم کاری ندارم. آه بریم ماشین بازی؟ نه اولش که حالا حالش ندارم. مگه کار داری؟ میگم نه دیگه ای بابا. خب پس چیه؟ بیا بریم دیگه. میگم مشکلت چیه؟ بیا بریم. آقا نمیخوام دیگه. چرا؟ حوصله ندارم. ول کن. مگه کار داری؟ Kez anlatsam hayal edemezsin, uçmaz kuşlar, düşer yapraklar, sararır kitaplar, radyolar çalmaz, küser bana. Çetori? خوبه. چی کار می‌کردی؟ خواب بودی؟ سریال می‌دیدم. ای سریال چی؟ به تو چه؟ با هم ببینیم؟ با هم دیگه؟ نمی‌خوام. اگه حرفی نداری درو ببندم. دوست دارم. چی؟ دوست دارم. خب یعنی همین دیگه. سرحان اگه حرف دیگه نداری درو ببندم. ببین بگم، یه چیزایی میتونم بگم ولی یه چیزایی نمیتونم. حالیه، پس برای چی اومدی اینجا؟ چون دوست دارم، میفهمی؟ بگم میشه درو باز کنی لطفاً؟ بگم باز کنین، خواهش میکنم. یه چیزی باید بگم. خیلی خوب باشه. بگو چی؟ دوست دارم دیگه. واقعا میگم بابا، یه لحظه، یعنی چی؟ ای بابا تام. آدم عصبانی میکنه. تو عملیات ها یه سهمی بابت یه سری از خطاها در نظر میگیریم. خانواده شما با 2% خطا موفقیت های قابل توجهی به دست آورده. فقط تو این عملیات آخریه حد خطای قابل قبول رو رد کردید. البته من گزارش ها رو خوندم و میدونم که بعضی از چیزا اصلا دست شما نبوده و سخته. خب البته مثلا الان این شرایطی که خارج از کنترل نیست. ما یه سازمان خیلی بزرگ هستیم که 1000 سال قدمت داره. مگه نه؟ اگه اجازه بدید یه لحظه صبر کنید آقای غضنفر، من در واقع نیومدم اینجا تا در این مورد با هم حرف بزنیم. خب از این خانواده به بیرون نشته اطلاعاتی داریم. بله درسته، در حال تحقیق هستیم. فهمیدیم که بعضیا یه چیزایی میدونن که نباید بدونن و 6 ماهه که این اتفاق داره تکرار میشه. اطلاعات از خانواده ما بیرون میره؟ اول از همه خوش آمد میگیم.
مایلم بگم که تو گروهای مثل گروه خانواده ما نشر اطلاعاتی یه رسوایی غیر قابل قبوله. از همون سال اول به این ور برای همچین سازمان بزرگ و ریشه داری که تو همه جای دنیا نفوذ داره، چطور بگم، امروز تو آمریکا، تو اروپا، اگه به جغرافیایی که درختای کهنسال اونجا زندگی میکنن نگاه کنی، میبینیم که این درختا در واقع تو آمریکا یه جورایی دارن خودشونو به سمتی میکشونن که ما بفهمیم که ما در واقع در صد قصیر. آقای غزنفر، این قطعی نیست. خب من منظورم همین بود دیگه. آره همین. و برای همین با خودمون یه ماده شیمیایی خیلی قوی آوردیم. البته با اینکه گفتم شیمیایی ولی سمی و مضر نیست. اسمش سدیم پنتوتاله. میشه گفت فقط یکم تقویت شده است. داروی که موانع ذهن آدمو بر میداره. وقتی بخوری نمیتونی دروغ بگی. حتما یه جای مناسب دارید دیگه. چون من میخوام با اجازتون از این دوستان بازجویی کنم. دارو رو بخورید لطفا. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس مدیا انترتینمنت. سه بار نفس عمیق بکشید. نفس عمیق. اسمتون؟ الهامی ازترک. فامیلیتون؟ ازترک. خب اول من به آدمه یه نگاه میندازم ببینم اصلا آدمه یا نه، بعد کاری که لازمه رو میکنم. حالا بماند چه کاری؟ شخصیت هم اینجوریه دیگه، خفنه. وای جدی، یه چیزیم داره میشه. هی چی شد؟ یهو خیلی گرم نشد؟ شاید به هم ریختگی هورمونی. من میشه یکی دیگه هم بخورم؟ اصلا روم تأثیری نداشت. تأثیری نداره. ببینم ماده تأثیرگذار این چی بوده؟ بدجوری منو گرفته. چه نظر روحی، چه نظر روانی. ماده‌ای که توشه بدجوری رو بدنم تأثیر گذاشته. معنای زندگی یعنی من خودم منم نمیدونم. میگن توی این خانواده یه سری رازا هست. میگن این خانواده یه سری مشکلات داره. من هیچ دوست خانومی ندارم. دقیقا. حالا بعضی وقتا دو طرف هست، بعضی وقتا یه طرف هم میشه. وقتی میخواد سوال پیچم کنه میپیچونمش. ولی خب آره دیگه، خب دختره حق داره میپرسه دیگه. میپرسه رهبر گروهتون کیه؟ چند نفر رو تا حالا کشید از این حرفا؟ یه روز گفتم ایتیر، ما یه سازمانیم، یعنی خیلی پول داریم، در واقع همش داریم آدم میکشیم. با غرور داشتم میگفتم. بعد یه روز گفتم بیا رستورانمون غذای خانگی فوق العاده ای داریم، بیا بخو کیف کن و از این حرفا دیگه. خلاصا نگم براتون. بعدش یهو عقلم به سرم اومد و گفتم کل تشکیلاتو با خاک یکسان کردم، که بعد جور ترسیدم چون یه دوست مزخرف بد اخلاق داره. بعد جوری ترسیدم اصلا نمیدونستم چیکار کنم. حالا خدا رو شکر باش بعد حرف زدم، انداختمش بیرون. گفتم برو بابا، یارو از رستوران بیرون کردم، راحت شدین دیگه. ببینید، شعار من عشقه، اما خشونتم به جاش به عنوان یه ابزار استفاده میکنم. میخواستم اینو دختره ببینه، یعنی به خاطر خود دختره بود. متوجه میشید که حالا بیایید با همدیگه رو راست باشیم. این بازجویی و گازماز و چه میدونم چی و چی، اینا همش آرتیست بازیه. به عنوان مثال میگم، ببینید، من اگر مثلا نخوام همکاری کنم، هر کی هر چی میخواد استفاده کنه. عمرن کسی بدونه یه کلام از دهن من حرف بکشه، نه نمیتونه و هیچ وقت امکانش نیست. به هر حال اینجا یه محبت دو طرفه هست، یه احترامی هست، یه رابطه‌ای هست. به من میگه که سرباز جان، تو توی بانک 21 میلیون دلار پول داری. متشکرم، ممنونم، ولی دیشب دلم یه آب میوه خواست که اونم نتونستم بگیرم. یعنی یه آب میوه میخواستم، اونم نتونستم بگیرم. میخوام بگم که کلن ها ببخشید ها، ولی سازمانتون رو کلن قبول ندارم. یعنی اصلا کلن نمیفهمم سازمان شما چیه. من کارم چیه؟ آی مفتح شما بگید کار من چیه؟ آدم میکشم، آدم، ولی تو جیبم کلن 24 لیره. همین الان ها چی کار میکنم؟ آدم میکشم. یعنی اصلا برید گم شید، بازجویتون به درد خودتون میخوره، برای منم اصلا مهم نیست. آخه این چه نمایشی الان جلو بابام رو انداختید؟ چی کار میکنید؟ اصلا نمیفهمم بهتون. بابای من فکر شما رو آدم حساب میکنه. سعی نکنید گروهی جلو من وایسید. ببینید، قسم میخورم، قسم میخورم کاری دستون بر نمیاد. من آماده انفجارم دیگه. کارد به استخونم رسیده، خسته شدم، به روح ننم خسته شدم. هر کی باید جایگاه خودشو بدونه، همه باید حدشون رو بدونن. یه سری حدودی وجود داره. آخه شما نمیدونم احترام حالیتون نیست، دارید مرزا رو میشکنید. پروازمون 2 ساعت دیگه بلند میشه، پس سری میریم سر اصل مطلب.
آقای سربست برای ادامه بازجویی چند روز تو مرکز کل مهمان ما خواهند بود. مشکلی که نداره. نمیشه کار همینجا حلش کنی. کدوم کار؟ همین بازجویی. آقای غضنفر شما خوب میدونید که من مجبورم کاری که بهم گفتن رو انجام بدن. من مأمورم و معذور. بابا خیلی چه کاری بود کردی؟ چرا بهش شلیک کردی؟ چیزی نگفت که گفت میخواد بازجویی کنه. آخه چه بازجویی عبدا؟ بسرا من 60 سال رد کردم. هنوزم که هنوزه اون مرکز کل رو ندیدم. اکتای بفرمایید. اینا رو بسته بندی کنید ببرید بالا. خب بعد برید بیرون یکم حرف بزنید. دارم قفل کنید. داداش خب مستقیم میگفت. چرا گفت بازجویی؟ مستقیم همشو میزد. پسر جان اون لفظ رمزی اعدامه. داداش تلفنش داره زنگ میخوره چیکار کنیم؟ دست نزنیم صبر کنیم یکم زمان باید بخریم. حالا باید چیکار کنیم بابا؟ فرار میکنیم. کلن همه میریم؟ ایلهامی بفرما. به نظرت شاید وقت داریم؟ والا یه ساعت میفهم من چه برای سر اینا اومده. یه ساعت و نیم دیگه هم تیمشون سوار هواپیما میشن. اینا مگه از خارج میان؟ آره تو ترکیه نمیتونن قاتل پیدا کنن. یعنی نمیخوانن پیدا کنن. اینجوری بگم که 4-5 ساعت دیگه هواپسه و طوفان به پا میشه. بابا سر و تای ما رو بزنی از همون 10,000 لیر هم درنی به دوزن ناجوره. پول داریم مشکلی نیست. کجاست؟ اکتای. بله بابا. توضیح بده. بابامون خیلی وقته که تیکه تیکه از عملیات ها داره پول کنار میذاره. چقدر؟ حدوداً 1.5 تا 2 میلیون. لیره؟ دلار احمد. دلار. آره. داداش میریزن تو بانک اون پول رو نمیتونیم بگیریم. تو بانک نیست توی گاوصندوق مخصوص رمزش هم دست داره. این همین. بفرما دادا. از همه اینا عکس بگیر ببر پیش عارف که پاسپورت رو آماده کنه. هرچی مدرک پدرکم لازمه بگیر و بیار اینجا. نه داداش نمیدونم برسونه. باید برسونه. لازم بودم تهدیدش کنم. به خدا الان دیوونه میشم قسم میخورم الان که قاطی کنم. ببینید چه گلدی زدین. عالی شد واقعا. هیچی پول نداریم غذا بخوریم. ببین الان میخوایم بریم اوکراین چیکار. خفه شو بابا ابله. همش تقصیر توی دیگه خنگ. تو خفه شو عوضی. چی تقصیر منه؟ چی تقصیر منه؟ مگه من به بابا گفتم بزنشون؟ مگه من گفتم بکششون؟ یه بازجویی ساده بود. یه بازجویی رو میکردن و تمام میشد. میرفتی که تمام میشد خلاص میشدیم میرفتیم. تو الان مثلا منو نجات دادی. مثلا منو نجات دادی. آخه چه کاری بود کردی؟ دیوونم کردید به خدا. زنده‌داش زندگیش به فنا رفت. هممون بیچاره شدیم رفت. سربست. نمیفهمید چی شده. نمیفهمید چه بلایی سر خودمون آوردیم. هممون به فنا رفتیم. یه زنی از صداش. ما هممون گند زدیم. بفهم. الان از جلو در تاکسی سوار شیم پولمون 2 دقیقه اونورته تمام میشه. یه زنی هست صداش. یه زنی هست. نمیفهمم. چه درست میگه دیگه؟ آکتای. از صبح تا حالا پیش زنده هاش سویلتون ول ور دارید دارن دیگه فوش میگه پسر جان. آخه چه وضعیه؟ میگم یه زن تو زندگیمه. دقیقا کدوم زندگی؟ من یه دوست دختر دارم. تو زندگیت یه زن بوده اون نمیگفتی؟ دربارمون میدونه؟ تو هم مثل این کودن همه چه تعریف کردی براشم؟ دختره رو میکشم میدونی که از اون بدتر مارم گروگان میگیرن تا کارشون تمام بشه. داداش نوکرتم دختره رو باید با خودمون ببریم. قربونت برم. خب چی رو ببریم؟ تو چی داری میگی؟ نه میگم چی رو با خودمون ببریم. ای بچه ها خوب گوش کنید. تو سیلوری یه کلبه ای هست. فردا صبح ساعت 5:30 یه هلیکوپتر میاد از اونجا میبرتمون. یه کشتی هم هست. الان رو دریای آرامه. فردا اون هلیکوپتر ما رو میاندازه روی اون کشتی. مستقیم میریم بندر اودسا. همه چی برنامه ریزی شده. حالا بقیه کارا رو باید با عجله انجام بدیم. باشه. بابا. سرحان یه دوست دختر داره. آلیه پس خب آخرتون باشه. بابا. دختر حامل است. بابا وضعیت اینه. میبینی که اینا با هم دیگه خلوت داشتن. میگم حالا مرد که ضرری نمیکنه
ولی دختره که تاوان همه اینا رو باید بده. بچهش بی پدر، خودش بی شوهر. این دختر چه جوری کار کنه آخه؟ چه جوری بچهشو بزرگ کنه؟ یه سوپرمارکت میری حداقل 50 لیر واسه آب میخوره بابا. گیریم 2 سالم خودش شیر بده، بعد 2 سال چی؟ این بچه از کجا پروتئین بگیره؟ حالا میگیم از حبوبات پروتئین بگیره. عدس، نخود، باقلا. بابا اینا همش اجناس وارداتین. همشونو با کامیون و تریلی میارن. سوخت و بنزینم که با دلاره. دلارم که کو واسه ولش. این دختر اسمش چیه؟ بگم. چند وقت با هم اید؟ الان 1 سال شده. دوستش داری؟ خیلی. کجا سالا؟ خونه‌شونه بابا. الهامی، میری هتل عارف. کار پاسپورت رو حل میکنی. بالا سرش وای میسی. اکتای، تو بچه ها رو بر میداری؟ بعد میری این بگم از خونش میاری. از اونجا میری صندوق پول رو بر میداری. پول رو که برداشتید صاف میرید پیش داداش الهامی، خب؟ هیچکی خونه نمیره. همه سیم کارتاتون رو در میارید و رو اجاق میسوزونید. دیگه تماس تلفنی تعطیل. حتا کن. هر چقدر میتونی اسلحه میگیری. چیزای کوچیک بگیر. سنگین بار نکنی. امشاست بگیر ها؟ امشاست کوچیک آخه. پس نگیر. خیلی خب آقایون. اگه کسی دیگه رابطه مخفی سگی سگتوله چیزی نداره بفرمایید سر کار. بفرمایید خوش اومدید. من بجام خودم یه گوشه خلوت میکنم. چرا باید واسه تراژیک بشه آخه؟ خب چرا گیری کنید؟ شروعشو بگیری. ما هیچی نداریم بپوشیم. زنده داشت، من یه شورت زرد گلگلی داشتم، اون کجا؟ من از کجا بدونم شورت تو کجاست؟ میگم الان پاییز و زمستون تو راهه، تو اون سرما تو اوکراین چیکار کنیم؟ خب یخ میزنیم، من همین جوریش هم نمیتونم سرما رو تحمل کنم. سبیل جان، یه چیزایی میخوریم، باشه؟ آروم باش، خب؟ خیلی خوب باش. همه کارا رو ردیف کنی اکتای، بعد وقتی هوا تاری شد میای پشت بازار دنبالمون، از اونجا با یه ماشین میریم، باشه؟ حواست باشه بابا. کجاست؟ کی کجاست؟ بگم کجاست؟ بگم بگم. با بگم چی کار داری؟ برو کنار ببینم بابا. بگم بگم بگم. بیا بابا بیا اینجا بیا. خوش اومدی. سیال تانر. ببخشی؟ سیال تانر. یعنی چی؟ عارف کجاست؟ عارف. ما دیگه داداش عارف رو با اسم اصلیش صدا نمی کنیم. چی؟ داداش عارف رو با اسم اصلیش صدا نمی کنیم. داداش عارف رو با اسم اصلیش صدا نمی کنیم؟ خب کدن؟ برای همین 2 ساعت دارم میگم سیال تنر دیگه. ما دیگه بهش میگیم بدوک. ها؟ بدوک دیگه. چی؟ بدوک. چی میگی؟ بدوک. این چه اسمی؟ تو دنیای موسیقی چهره جدید میشه. آدمه؟ بله. زنگ بزن. الو، دراکولا. آره، پروانه. باشه، میفرستمش. اتاق 411. چی میگی؟ 411 دیگه. چی میگی؟ زبون بسته. 411. 400 چی؟ 411. خدا لگدت کنه. یادمون رفت شماره پای بچه‌ها رو بگیریم. تلفنم که نداریم. حالا چشمی یه چیزایی میخریم دیگه. چیزی نیست دختر. به پای من میگیریم و همشون میخوریم. ببینم خب الان ما دقیقاً داریم کجا میریم؟ زنده داشت، اینجوریه که الان میریم سراغ گاف صندوق. اول از همه پولا رو از اونجا برمی‌داریم. 2 میلیون دلار حدوداً پول داره. در حقیقت 27 میلیون بوده. ولی از همون گرفتن دیگه. 2 میلیون دلار هم پولیه که داداش اوکتای ریز ریز به زور از عملیات‌ها جمع کرده. دستش درد نکنه، زحمت کشته. پولو که برداشتیم صاف میریم پیش داداش الهامی که پاسپورتمون ازش بگیره. چی داری میگی تو؟ جان؟ در مورد چی حرف می‌زنی؟ پاسپورت جعلی. تو دقیقاً کی هستی؟ تو کی هستی ها؟ من نمیشناسم ات. اینا کیان؟ اینا برادر بله برادر من. برای چه اینه بزدل زدیم به من ها؟ روبرو من نشستن. آخه شما کی هستی؟ قاتل اجاره ای هستیم. خوب شد حالا؟ قاتل اجاره ای. به خاطر پول آدم میکشیم. 10,000 سال داریم این کار میکنیم. اسرا مسرا همش چرت و پرته. همش مزخرفه. هم سربست میکشم، هم ظفر، هم من میکشم. الان آدمایی که بهمون کار میدادن رو نفله کردیم و برای همین داریم فرار میکنیم. خوب شد الان فهمیدی؟ چی داری میگی سرا؟ یعنی چی آدم میکشتیم ها؟ مگه میشه همچین چیزی؟ میفهمین چی میگین؟ میخوام پیاده شم. زود باشین. میشه ماشین رو نگه دارین؟ زود باشین نگه دارین. خواهش میکنم باید پیاده شم. من باید پیاده شم. برو
پای برو گم شو. برو خودت بزن سر خوش لک کنه. بزن بره سر خودت. چرا آدم میدوزی؟ شما مگه مافیا این چیکار میکنی؟ ما مافیا نیستیم، چه ربطی داره آخه؟ محض رضای خدا ببین، واسه همینه که این همه مدت عجیب غریب رفتار میکردم، نمیخواستم کار به اینجا بکشه. الان قضیه جدی دیگه شده، داریم فرار میکنیم. قسم میخورم، ببین قسم میخورم این کارو ول میکنم. ببین به روح مادرم قسم ول میکنم، قربونت برم. بس کن. تو جدی هستی؟ آره. این چیزایی که داریم میگین واقعا جدیه؟ یعنی چی؟ بله سرحان، چطور ممکنه تو یه همچین زندگی داری؟ آخه برای چی زندگی دیگرانو به خطر میندازی ها؟ یعنی چی؟ چی حقی داری این کارو انجام بدی؟ سرحان بگو، برای چی این کارو میکنی؟ همه اینا به خاطر همینه، چون حق عاشق شدن و رابطه داشتن نداری. قانون هزار سال از خود، من چیکار کنم الان؟ من این سگ عاشقت شدم، واسه همین این اتفاق افتاده. من به خاطر تو جون خانواده‌ام وایسادم. موقعیتو درک نمی‌کنی؟ تو نمیخوای بفهمی؟ سرحان من این بچه رو نمیخوام، این بچه رو به دنیا نمیارم. نه اصلا. بگم ببین، من کل زندگیم همش آدم کشتم، یه باره که فقط شانس زندگی بخشیدن دارم، فقط یه بار. قربونت برم، اینو ازم نگیر لطفاً، خواهش میکنم. داداش قربونت چشات بشم، میشه یه سر به ایتیران بزنیم؟ خیلی سود تموم میشه، همین نزدیکی هست. تو رو خدا فقط 30 ثانیه از یاد میشه. برنامه ریزی کردیم، انقدر شروع نکن. ایتیر میتیر پیتیر. قربونت برم من، ببین قسمت دادم، خواهش میکنم. همین نزدیکیه، تو خیابون پاساژه دختره میمیره، ما حالا بریم یه دقیقه ببینیم چیزی ازمون کم نمیشه. تو رو خدا خواهش میکنم. نه دیگه پسر جان، نه دیگه، برو. خدا دادا شکته، تو الان همش داشتیم آدم میکشتیم، برای اولین بار شانس زنده نگه داشتن یه آدم دست آمده یه بار. قربونت برم، اینو از من نگه، خواهش میکنم. ور این پرونده پیشت باشه، 8 تا پاسپورت میخوام. خاله خم داداش، هفته دیگه بیا بگیر. ها؟ هفته دیگه بیا بگیر. هفته دیگه یعنی چی؟ نهایتاً 3-4 ساعت وقت داری. داداش خب بعضی کارام میشه، بعضی کارام نمیشه دیگه. این از اون کارا نیست، باید بشه، یکم فرق داره. داداش چی شده؟ راستش اوضاع یکم به هم ریخته عارف. میگم تو 3 ساعت ممکنه، چرا نمیشه؟ 4 ساعت چی؟ اصلا؟ نه اصلا امکان ندارم. ایتیر، ایتیر، زندگیم، ایتیر، ایتیر جان. تو اینجا چی کار میکنی؟ ایتیر، سریع پاسپورت و چمدانتو جمع کن، باید فرار کنیم. روسا دنبالمونن، بیچاره شدیم، رابطمون لو رفته. چی داری میگی تو؟ کدوم رابطه لو رفته؟ عزیزم، مگه من بارها برات نگفتم؟ ما رستوراندار نیستیم، قاتلی، میدونی که؟ آی سربس، چی میخوای از جون من؟ برو تو رو خدا، خدافظ، برو، عزیزم، برو سریع آماده شو بیا. برو بابا، برو دنبال کارت. یعنی نمیای؟ میخوای ماشینا نگه دارم؟ صبر کنیم ها. الان چی کار کنیم به نظر بریم؟ جواب نمیدی؟ بی خیال ادامه بده داداش. جناب مرمر، لطفا رمز صوتی خود را وارد کنید. مرمر مروه، مرمر مروه، مرمر مروه، مرمر مروه. رمز اشتباه است، لطفا دوباره امتحان کنید. اسم زنده هاش خدا بیامرزتونه گذاشتم، اسم فامیلیش با هم دیگه است دیگه. متوجهم داداش. آره داداش، چرا 3 بار گذاشتی؟ خب یه بار میذاشتی. خب خواستم سخت بشه دیگه. آه آره، اینطوری سخت. لطفا رمز صوتی را وارد کنید. مرمر مروه، مرمر مروه، مرمر مروه، مروه، مرمر مروه. الان یه چیز دیگه گفتی ها؟ نه بابا همین بود دیگه، ولی خب ای بابا چرا اسم مامانو نذاشتی؟
اونو میذاش راحت تر. یه دقیقه خفشه به زیادم بیاد. یه مرمر مروه ببین الان داری میگی. میخوای زب کنیم اون بگه؟ ها؟ ها آره فکر خوبیه. گوشی تو بده. سوزون نمیشون دیگه. آه راست میگی. بسم الله الرحمن الرحیم. لطفا رمز صوتی را وارد کنید. مرمر مروه مرمر مرنر مر مر نر مرنو رمز اشتباه است. مرمر مروه مرمر مروه و مرمر مرمه مرمز اشتباه است. نمیتونیم اینجوری باور کنیم. لطفا رمز صوتی را وارد کنید. مرمر مروه مرمر ورنه ورنر مرمر مروه. داداش میخوای یه چیزی بذاری تو دهنت بعد بگی؟ تو تمرین تلفظی اینجوریه، مثلا مداد، باقالا، عصر خورما، چوب چی؟ مرمر مروه مرمر ورمه مرمر ورنه ورنه. نه نه نمیشه نمیشه، قاطی میشه. میگم شاید باید ریتمش رو عوض کنیم. مرمر مروه بر بر تر و مرمر 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 که نمیفهمه بابا. یه دقیقه دهنتون رو ببندیم ببینم دارم چه غلطی میکنم. مر 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 مر. اگه میخواست بده میداد دیگه داداش. ویل کن سرت سلامت باشه، اصلا مهم نیست به خدا. سرت سلامت داداش، سرت سلامت. آره بابا اون چیزا شروع شده. کدوم چیزا؟ ویار کردن اینا دیگه. برای چی میپرسی؟ آلو ترش میتونیم پیدا کنیم. شاتو، تالوچه، چیزای ترش دیگه، هرچی. ویارشو داری دیگه الان نه؟ ساکت شو دیگه سرحان. سرحان. داداش کجا موندی؟ هیچی، نقشه عوض شده یعنی فقط. یعنی چی عوض شد؟ به تو چه گفتم؟ یعنی چی؟ میخوای وارف چی بدیم پا؟ چی شده پسر؟ مرحوممون نمیذاره پولو برداریم. چی؟ هیچی، صندوق پولو نداد. حتی که آنو پنجره باز کنی زر هوا بیاد. چی شد داداش؟ یه ساعت دیگه تمام میشه. عرف داره ردیفش میکنه. بیا عزیزم، بیا بشین، بیا بیا. بیا. بگم همینه؟ بگم بگم. بگم جان، خوش اومدی دخترم. من الهامیم، حکم عمو رو برای این پسر رو دارم. خب مبارکه دیگه، چی بگیم؟ یعنی راستش نمیخواستیم شرایط آشناییمون با هم دیگه اینطوری باشه، ولی حالا شد دیگه، همینه دیگه، چی میشه گفت؟ البته منم نمیخواستم اینطوری باشه، یعنی الان واقعا مثل یه کابوس میمونه بازم. البته امیدوارم به کسی بر نه 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 واقعی چه حرفی آخه اصلا اینجوری نیست. نه اصلا نگوی نه نه اینجوری نیست. میگم امو براحت باش. یه مشکلی هست. چیه؟ پولا رو میگم. چی؟ پولا رو میگم. ها؟ بابا پولا رو میگم. پول چی؟ بابا بلندتر حرف بزن، پسرم ذهنمو درگیر کردی. معذرت میخوام دکتر. نه بابا خواهش میکنم. نتونستم پول بگیرنم و همین دیگه. ما مستقیم اومدیم دیگه. یعنی چی؟ بعرف چی بگی من؟ اونو که حلش میکنه بابا، مسئله اینی. من یارو رو زور کردم اکتای. اگه قرار مفتی انجام بده بزنیم اینم بکشیم بهتره والا. خودت برو درد تو بهش بگو. باشه باشه بابا، اونش با من، خودم حلش میکنم، یعنی چیزش میکنم. ببین منو داداش الهامی میریم بالا، شما اطرافو بپایید، بعدم پشتمو بود. عین گلابی هم اینجا نشونید. بریم داداش، بلند شو. شماره اتاق 411. شماره چند؟ چندمو؟ چندمو؟ 411. چی شو نمیفهمی؟ 411. باش. تو حالت خوبه؟ سرحان بس کن. بچه همه ما به این میگیم کنترل کردن زنده داشت که ببینیم کسی قایم نشده باشه. خودم فهمیدم، اگه من احمق. نه بابا اه. نه بابا استغفر الله، این حرفا چیه؟ ولی هر کی ممکنه نفهم، یه حرکت تکنیکی دیگه. میگم اشتباه بزرگی کردیم سوار آسانسور شدیم و کار احمقانه بود. بنا چرا آخه مثل یه مش احمق اومدیم
سوار آسانسور شدیم. یعنی چی آخه؟ یعنی چی که تو هتلی که همه جاش مشکوکه اومدی سوار آسانسور؟ چطور مشکلی است؟ نمی‌بینی چقدر آروم میره؟ او دو ساعت تو راهی آخه. میگم خیلی راحت باشه. من میگم اشتباهه. همین باید باشه دیگه. نه. طبیعیه، ولی دو نفر تو ورودی بودن. اونا کی بودن؟ شما هم دیدنشون اونجا وایساده بودن؟ مگه زن نبودن؟ زن بودن. زن نبودن. زن بودن. زن بودن. دو تاشون زن بودن و یه مردم باهاشون بود. واقعا دیدی؟ سه نفر بودن. البته آدمای عادی بودن. ولی اون نقاشی چی بود؟ نقاشی. اما نقاشی عقاب دیگه. چش بود مگه؟ خیلی عجیبه. به نظر من نقاشی خیلی معنادار بود. چی شد؟ چه میدونم دو تا عقاب شونه به شونه وایساده بودن. مشکوک. پشت سرشون هم سیاره و رعد و برق و این جور چیزا دیگه خیلی پرمعنا بود. یعنی چی مثلا چیزی شده؟ نشونه ای چیزیه؟ من تا حالا همچین آسانسوری ندیده بودم. خیلی عجیب و غریبه کلا. از من میپرسی حس خوبی بهش ندارم. دلم آشوبه. ما رو کردی من کردم آخه. من کردم مگه من گفتم بیام؟ من با پای خودم اومدم اینجا دو داشت. الان طبقه چندیم؟ بذار اون استوپو بذار بریم بیرون. پیاده شی الان چه جوری آخه چیکار می‌خوای بکنی؟ یه دفعه دیگه شی پیاده شی مگه میشه آخه این طبقات آخه میشه اینجوری همینجوری پیاده شد؟ تو دیوونه شدی؟ مگه میشد با پلا بریم خوب می‌شد؟ با پلا میرفت خیلی بهتر. بذار همینجا پیاده شی بس پلا بریم آخه. چرا باید با اساس بریم؟ با تو اول اینجوری بمونی دیوونه شدی؟ من میگم هنوز نرسیدیم. چرا نرسیدیم؟ باید جواب بدی. هنوز طبقه اول نرسیدیم. چه بس سر نمیشه داداش فکر کنم منظورم رو متوجه نمیشی. اوکتای که خودت این کارا رو بهتر میدونی که. حالا یه سر منم رئیس هست. باید حساب پس بدم که چی کار کردم. اینو دادم، اینو گرفتم. من حداقل چی نباشه دارم یه کار $1,000 انجام میدم. خب اون وقت پس این چیپ بی بس کجا میاد ها؟ اون وقت الان اومدی به من میگی پول ندارم؟ برادر من خب من چی بهشون بگم ها؟ این پولو باید به من بدین داداش. من تو 3 ساعت چند تا پاسپورت براتون زدم. یه کار غیر ممکن انجام دارم آخه داداش. الان به من میگی پول مول نداریم؟ باشه بابا باشه باشه فهمیدم فهمیدم. این اولین کارم نیست که بهت میگم پولتو میدم. میدم دیگه لامصب بسه دیگه. زشته بابا. برای من نه برای بابام زشته. این آدما ما رو میشناسن. اونایی هم که نمیشناسن میدونن ما خانواده مرمریم. کم چیزی عارف نیست. الان ما چیکار کنیم؟ این پاسپورت رو بگیریم تو رو بکشیم و بریم یا صبر کنیم تو ما رو درک کنی؟ ها داداش من یه دو دقیقه به یکی زنگ بزنم الان بیام باشه؟ حرف زدم حلش میکنم نگران نباش. باشه داداش باشه. عارف عارف رفته داداش. یعنی چی رفته؟ به جان خودم نیست رفته. بخوابید رو زمین. خیلی خوب بسه بلنشید بلنشید. داداش پاسپورت ها اوکی هم دیگه ها؟ اوکی هم. خب پس الان میریم. آروم ولی با عجله. خیلی خب زود باشید. خدا. میگم اما این همین قرار در طول رو زیاد بیشیم پاشو کنیم. آروم 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 آروم. همه صدا خفه کن بزنن. زود باشید. آروم آروم باشید. سرباز زفر شما این طبقه رو بگردید. داداش الهامی ما تا لابی با هم دیگه میریم. تو پایین پاک سازی میکنیم پسرم. تو هم همینجا بمونه هیچ جایی نه. از دخترم مراقبت کن. دخترم آروم باش. خب من علامت دادم بیاین پایین. باشه آروم باشید. بریم داداش بریم. را بیاف بریم. خواهی باش مراقب باش. من میترسم. بگم عزیزم آروم باش باشه. ترسیدم. خدا لعنتت کنه سنان لعنتت کنه. خیلی خوب من خیلی میترسم. بس کن طبیعی یه چیزیست. گوش کن میدونی اینجور وقتا چی کار میکنیم. فیلم مورد علاقه چیه؟ بگو اسم فیلم رو بگو چیه؟ فیلم مورد علاقه؟ آره فیلم مورد علاقه. باشه خب آهنگی که اون تو میخونن رو بخون. مال شوستاکوویچ دیگه نه؟ شروع. شوستاکوویچ؟ آخه چه جوری شوستاکوویچ رو تو دلم بخونم؟ چه جوری؟ اصلا یادت نمیاد؟ من خیلی وسواسی هم. میدونی که وقتی با یه فیلم وسط باشه خیلی حساس میشم. متین فیلم متین آکسن هستم اون عاشق شدم. داری میگی عشقم؟ من خیلی میترسم. بابا بس خیلی خوب آروم باش. سرحان
روز بخیر جناب. روز بخیر پسرم. عافیت باشم. اومده بودم یه هوایی بخورم. شما برید. ممنون. اولین بار که ماشه رو کشیدم 13 سالم بود. از اون روز به بعد کاری که بهم گفتن انجام دادم. اونا اشاره کردن، منم شلیک کردم. پدر بزرگ و پدرم هم همین طور بودن. اما امروز برای اولین بار تو زندگی، برای خودم، برای خانوادم آدم کشتم. تنها چیزی که میدونم اینه. این کار بازنشستگی و این حرفا نداره. به این سن رسیدم. انتظار داشتم اکتای بیاد بالا سر کار و من بازنشستشم و جداشم و پولم رو بگیرم. بعد اون اکتای منتظر سرحال منو بازنشستشه. یعنی میخوام بگم که این کار یه جایی باید تموم بشه دیگه. پدر بزرگم نتونست، بابام هم نتونست. من باید یه کاری بکنم. ببین منم میخوام یه کتی پالتوی بگیرم. باش، قشنگ ترینشو بگیریم. خب چی چون وزه ما رو که میبینی، خب یکم برو اون ورتر چی کار میکنی؟ سلام، زفر، سرباز، زود باشیم بچه ها، باید بریم. بیا عزیزم. بجامه، بیا دخترم، تو چطوری؟ خوبه، خوبه، خوبه. چی شدن؟ تو چطوری؟ خوبم، سلامتی، خدا رو شکر. شما چه خبر؟ چی بگیم دیگه، خدا رو شکر. سرباز کجاست؟ طبقه بالا بود، حالا میاد پایین. یعنی چی بالا بود میاد حالا؟ خب اون رفت یه وری دیگه، منم رفتم یه وری دیگه، دو نفر بودن. پس چرا ولش کردی؟ یعنی چی؟ خب تو راه رو جدا شدیم دیگه. ده پسر مگه تو احمقی خل و چلی؟ تو مغزتون آخه احمق؟ چه کاریه کردی؟ چه کاریه ها؟ بجو بزنیم برو پیدا کنم بینا سرباز برو برو دیگه مگه با تلسان بگم برو یکی بعد میرفت اونور یکی هم میرفت اونور کسی بهش بر نخوره ولی واقعا پرنده پی پی کنه تو اون مدیریت کاری شما تک تکتون تک تکتون رو خدا لعنت کنه خدا تک تک شما رو لعنت کنه دستتون دیوونه شدم وایسادید یه آدم گولاخ نیم ساعت اون بالا منو عین سگ کتک بزنه مشت بزنه لگدم بزنه از یه تا پرنده گرفته تا پاندای چرخنده حتی با پس گردنش هم میزد با تک تک اعضای بدنش منو کتک میزد هیچکی نگفت سرباز شاید کمک میخوای بیام کمکت یارو هی زد همه ی استخونای منو شکوند حوله و بالش تو کوبون تو صورتم داشت خفم میکرد خفم کرد بردم کرد تو دیوار بابا جیغ زدم کمک خواستم ای خدا لعنتتون کنه حتی یکیتونم پیداش نشد حتی یک نفر مگه من خانواده شما نبودم نه نبودم مگه من از همین خانواده نیستم یه نفر نیومد بگه اون بالا چی کار میکنی آخه کجایی ما مگه تو هتل نبودیم اما الهامی تو بگو مگه من جای دیگه ای داشتم کتک میخوردم جای دیگه ای داشتم کتک میخوردم اون دور دورا کتک میخوردم نبودم یه چیزی بگین دیگه
بابا همه همینجا بودیم دیگه، تو یه طبقه زشته به خدا خجالت آوره. چرا بچرخم؟ واسه چی بچرخم؟ بچرخم منو میشناسی؟ یارو قد کتکم زده یکی دیگه شدم، مجبورم کردی با دست جارو آدم بکشم، با دست جارو آدم کشتم. پسر تو حالت خوبه؟ پسر تو حالت خوبه؟ خیلی خوبم ممنون. بچه‌ها الان دیگه باید بریم. آره بریم، زود باشین. بجامین. بجامین، پخشین، 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 بریم طبقه بالا. طبقه بالا، بجامین. از این بیا، بیا. داداش فکر کنم سه نفر الان. سران داداش خوب بزن، خوب بزن، میشنوی؟ درست بزن، الکی رگواری نزن، درست بزن. ما داری شل میزنی دیگه. آه. خیلی خوب، خیلی خوب، خشبا عوض کن، برو درست بزن. باشه؟ خوب بزن یعنی بزن چی؟ به هدف. یه همچین چیزی گفتی؟ نه آب چیزه، آخه فکر کردم درست نمیزنی به هدف، ماشینا چیزیشون نشد دیگه. ماشینا زده گلولن. آه پس آره چون ماشینا زده گلولن. خب ولی میتونی بزنی به لاستیکاشون. البته میخوای تو میگیرم تا کنم، تو بزن، تو بهتر میزنی فکر کنم. من خواهش میکنم اختیار داری بفرما. بزن به هدف همین چه بچه به خودش کنه. نه نه داداش این چه حرفی، به جون خودم لازم نیست اصلا، قسم میخورم نه با این نه نکشی داداش. من معذرت میخوام، خدا دست ما رو ناراحت میشم. ببین اصلا ول کن این فرما، من معذرت نداشتم بابا، اگه چیزی گفتم اشتباه برداشت کردم. در اختیار تو حرفمو پس میگیرم داداش، دو شلیک کن اصلا همه تیرا مال خودت، خودت خودت یه تن تیراندازی کن داداش. من اصلا منظورم این نبود که آخه بابا بی خیال دیگه، من منظورم این نبود. دارم بنام کن دیگه، من فقط گفتم خودت بگی، من اصلا غلط کردم گفتم داداش. داداش تاکید میکنه من هیچ غلطی نمیتونم بکنم. بنام کن دیگه، من اشتباه کردم، اشتباه کردم، این حرفو زدم. بنام کن بابا، من اصلا یه غلطی کردم، اینو بشه میکنم. خواهش میکنم خودت داداش، من میگم غلط کردم، بیا الان میذارم داغون رو میکنم. خیال شده که دارم میگم منظورم اشتباه بوده. سرحال میشه بزنیشون لطفا. باشه بگذاریم دیگه، تموم کنیم دیگه، بس دیگه، بیا دیگه. اصلا تیروار برات تو سلام، تو خودت داری خوب میزنی، ادامه بده، ادامه بده. دیگه اصرار کردم خودت نخواستی. کجا بودی پسر؟ چه خبر بابا؟ چی شده؟ چی و چه خبر؟ ماشین چرا اینجوری؟ نه پرس بابا، به زور خودمون رو رسوندیم اینجا. داشتیم میمردیم به خدا. کلی آدم فرستاده بودن دم هتل عارف. میزدیم تمام نمیشدن. میزدیم تمام نمیشدن. تیکه پاره شدیم رفت. همه خوبن، کسی که چیزیش نشد. آره بابا همه خوبیم. فقط این سربست بدبختو مثل سگ زدنش. همین دیگه. بابا دو تا خبر خیلی بدم واسه دارم. یکیش خبر خیلی بدیه. اون یکم از اون یکی حتی خیلی 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 بدتر. چی شده؟ آخ بریم تو رابط میگم. داداش بیا پاسپورتو بیا.
لباسای خیلی قشنگی براتون گرفتیم. زفر ببین اون کیسه مال توئه. بردار ببین همون کیسه قرمزی. این مال منه؟ آره. من هر مارکی نمیپوشم. قرمز داداش ترهان. این مال منه. خیلی قشنگه. قشنگه نه؟ زن داداش بهترینو میخره. یه چیزی بعد بگم. من دستشویم گرفت. باشه یکم دیگه نگه هم میداریم اونجا میریم. نه 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 اونجوری نیست. آتاکان میشه برگردیم خونه؟ نه 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 نمیشه رفت خونه. افرادشون رو ریختن اونجا. بعد هر چقدر میتونه نگهش داره دیگه. نه درست نمیگن؟ داداش اوکتای. باید برم خونه. لوبیا خوردم. نمیشه بابا. نمیشه همینجوری بری خونه. خونمون رو دیگه نداریم. اون خونه رو باید فراموش کنی. فراموش کن دیگه اون خونه رو. سره من داد نزن. میخوای گو بزنی به جونمون. مردی که بی حیا. خودتو نگه دار دیگه. تو اوکراین ویلا میگیریم. هر غلطی خواستی بکن برو هر چقدر میخوای بزن. آخر نه. همچین امکاری نداریم. نمیشه. قطعا نمیشه. داداش من باید برم. فشار روحی عصبی روانی رومه. میفهمی من باید برم. اصلا سردر نمیارم. چه وضعیتی؟ زن داداش من یه سری اختلال وسواس حاد دارم. همشون هم میدونن. همشون. همشون میدونن. میدونن دستشویی بزرگم و جایی غیر از خونه نمیرم. خیلی هم خوب میدونن. یا مثلا به مخمل نمیتونم دست بزنم. باد کنک بعدم بیاد. بابا. چی کار کنم امو غضنفر؟ برگردم خونه؟ برگردم. ای بابا. آه بابا اگه میشه. بابا نامون شدی بابا. دست شما. گند بزنن تو میده. به خاطر نکبت باید بایستیم. دیگه برگردیم. خب نمیشه دیگه. زفر؟ همو فارو؟ ای بابا چیکار کردید شما؟ همو فارو گذارید چتونه؟ زفر جان تاریک بودی چی نمیدیدیم؟ نمیبینی؟ برای چی شلیک میکنی داداش؟ باید دقت کنی دیگه سران من میرم تو رو یه نگاهی بندازم کی داداش کجا میده خونه مردمه؟ همو فارو کاش هر کی میاد و میره انقدر سرک نکشی سرتو به باد میدی آخر میگم قضاش مونده رو جا خاموشش کنم یا نه بیا برو گامشه زفر بیا برو تو رو خدا بیا برو من گند بزنم اون چراغای آپارتمانت مگه اتوماتیک 3 ثانیه میشه آخه چرا داری به من میگی قبل اینکه عمو فاروقو بکشیم بعد فکرشو میکردین اول مدیر ساختمونو میکشین بعدش از اتوماتیک چراغا گله میکنین این ساختمون بود پس چی بود حالا باید چیکار کنیم داره میریزه الهامی بفرما اوکتای میگفت یه مشکل پیش اومده. خبر داری چیه؟ اونو میگی که نتونستن پول بردارن؟ یعنی چی نتونستن؟ خب، رمز صوتی گذاشته بودن داداش. رمزش هم اسم مرحوم زن داداش مروه بوده، آره. اسم کوچیک همراه با اسم فامیلیش. اونو هم 3 بار باید میگفتن. خب. اینا هم زبونشون نچرخیده، نتونستن باز کنن. ای تو روحشون ببخشید دخترم این چی بود؟ این همه بیا بریم یه سر بهشون بذاری دسترم کسی رو نندازی پایی بابا
خیر باشه، واسه چی اومدی اینجا؟ اوکی اونجا چه خبره؟ داستان داریم با داستان، آدمشون خیلی زیادن، همه جا هستن. به زور و بدبختی پاکسازیشون کردیم تا رسیدیم به خونه ظفر. شما میای؟ بیام 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 بجامی. بیان دیگه. من برای تو ناراحتم. جدی میگم، خیلی ناراحتم. حیفه. واقعا حیفه توی. خیلی حیفی. تو جوونی، خوشگلی. این صورتو ببین. طفلی. با یه بچه تو شکمت. اون بچه چه گناهی کرده؟ اون بچه چه گناهی داره؟ آوردنت، گذاشتنت اینجا، تو مگه سطل آشغالی؟ آدمی بابا، آدم. حتی یه لباس عروس هم نداره، یه لباس عروس ساده. این که زن بخواد مردش با ننه باباش این آدم ازش خواستگاری کنه، خواسته زیادیه؟ اینطوری این فراریا مگه عشق آخه؟ تا کی؟ تا کی؟ اما خب سرحان پسر خوبیه، این یه مسئله دیگه است. اگه پسر خوبیه بره مدرسه بسازه مگه نه؟ حالا هرچی، گفتم یکم بخندیم، تو هم به خودت انرژی بده، یکم خوشحال باش، خودتو اذیت نکن. منم برم یه سر به اینا بزنم. آتا کن از اونجا اون کی سر بده من، زود باش بجام. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس میدیا انترتیمنت. تو جان منی بیشک، تو جان و جانان منی، تو کبوتری، کبوتر، کبوتر جلد بام منی، تو در روح و روان منی، تو جان و جانان منی، در عمیق‌ترین زوایای روحم جاری هستی. اگر جادوی عشق به حقیقت بپیوندد، اگر حصارها از میان برداشته شود و حسها با هم گره بخورند، آنگاه بخار خنده های بیهوده در دستان درد راه پایدار مشکلات را با تیر مژگانت بیپیماید. خواهش میکنم اونو خاموش کن. آمیخته با نفرت در هم. سرت سلامت زنده داشت چشم. زنده داشت منم برم به اینه یه سر بزنم و بیام. تکان لباساتونو عوض کنی، بگو ماشینو بیار. از کجا؟ یعنی چی از کجا؟ خب هر جا گذاشتیش از همون چه دیگه؟ ماشینو همینجا گذاشته بودم داداش. ها؟ تو اصلا چرا اومدی دنبال ما؟ نتونستم تحمل یعنی کنم. چی نتونستم؟ پسر دختره رو چرا تنها گذاشتی؟ ماشین کجاست؟ نیست. یعنی چی نیست؟ دختره رو بردن. یعنی چی؟ لباساتونو عوض کنید. باشه بابا. لباسامونو عوض آخه یعنی چی بابا؟ بچه ها مگه نشنیدیم بابا چی گفت؟ منتظر چی هستید؟ پس ها هم بجا میبیده همچون چیز مزخری میشه آخه مگه؟ لباسه داداش اوکتای مال من باشه.
چون لباس زنده داشته ویلو نمیتونم بپوشم. من برای چی باید لباسای شما رو بپوشم آخی؟ هر کی باید حد خودش رو بدانه. آخی چرا باید لباسامون رو با هم عوض کنیم بابا؟ چه کاریه؟ سرحال تو کجا رفتی؟ چطونه شما بپوشید دیگه؟ این شماره بگوم و حفظیه من؟ حفظم بابا. تو داری چی کار میکنی؟ داداش اکتا که در آورد. ای بابا یا خدا، یا خدا بجنبید دیگه. سلام علیکم. احبه سلام. ظفر خیر باشه، چی شده؟ خوردیم زمین. داداش خوردیم زمین. خیلی بد خوردیم زمین. تلفن کجاست؟ میخوام تلفن کجاست داداش؟ یا این دستمالو بگیر خودتو تمیز کن. بده کسی میخواد؟ الو بگو بابا، ما رو زهر ترک کردی قربونت برم. ببین زود خودتو برسون اینجا. الان کجایی؟ چی؟ ما ماشینو برداشته رفته. بگو ببین، میگه بیاید من از بابام خواستگاری کنی. عزیزم ما اینجا داریم میجنگیم، الان وقتی این حرفا ساخه؟ داداش تو همچین وضعیتی این کار درسته؟ میگه منتظر دستشویی کردن برادر گاوت شدیم، حالا این سختتونه؟ چی؟ میگه منتظر پیپی کردن داداشت بودیم، حالا این سختتونه؟ خفه شو. میگم اگه من ننه بابا ندارم که این سطل آشغال برداشتید میبرید این برون ور. حق داره دیگه. بگم لباسامو رو چجوری عوض کنیم؟ الان دم دکه وایسادیم. میگه پاسپورتاتون رو میسوزونا. بگو پاسپورتا رو نسوزونا. زنده داشتون اینجوری تهدید کردن ما اصلا شایسته شما نیست. مگه میشه آخه؟ میگه منو تو مینیبوس این دسته بی... میگه منو تو مینیبوس این دسته بیل نشونده بودی. شما چجور آدمایی هستین آخه واقعا؟ که زنده داشت اینو میگه. آره میگه زنده‌داش سویل تو مینیبوس حرفای درستی زد. میگه این کار یا همینجور که گفتم باید بشه یا اگه نشه یه کاری میکنم شما هم نتونید برید. همچی چیزی داره میگه ایشون. بله بله. تو چی گفتی به این دختره؟ من چی گفتم؟ چند تا نصیحت خواهرانه، یه گپ زنونه. آخه چرا دخالت میکنی تو این کارا؟ میگم یه صحبت زنونه بود. مگه چیه؟ تو اصلا نمیدونی من چیا کشیدم. ده تا آدم بالا سر من. مگه من اصلا چیزی از زن بودن یه روز صبر میکردی؟ میمردی یه روز صبر کنی بعد زن بودن تو بفهمی. یه لحظه گوشی. الان اینطوری درست شد؟ این چه کاری بود کردی؟ اعصاب منو به هم ریختی. بیا زود باش، بیا بیا، اول آروم شیم بقیه رو آروم کنیم. ببین اینجا سرحان به من حمله کرده. آخه مگه من چی به تو گفتم؟ مگه من همچین حرفی زدم؟ ای بابا خدایا، ببین میخواد ماشینو بسوزه. ای بابا بگو ماشینو نسوزونه جون مادرت. بیا بگیره دندرش. من گاوم. ظفر قاطش کن، زود جام کنید بریم. بجام. بفرمایید خوش اومدید. سلام. ببخشید یه هایی اومدیم همچین یه جورایی هول کردیم. ببخشید. خب ما هم چیزی آماده نکردیم. ببخشید تو بعضی کارا عجله روانی است اما این موقع یه عجله روانی است. ببینید اگه میخواین لباساتونو همینجا بذارید. بیا من دارم میبینم. چی شده؟ سویل دمپوی رو فخشید. درم میبندم. بری جلو. بری جلو. درم میبندم. بچه کن نخور. بابا به من دو تلنگه چپ دادی. درم بستم. تکون نخور باشه. آروم. بابا من دو تلنگه چپ تو دستم. دونه. 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 منم جفتشو پیدا نکردم. یکم یواشتر. آردونو کنترل کنین به همتون میرسه. نگران نباشید. خدا میپوشتم. میبخشید و برحال این شکلیه دیگه. بفرمایید. شما هم بفرمایید. تک 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 تک. از این طرف. بیا. ظفر. بله بابا. اونطوری نمیشه بسرم. چیکار کنم؟ بیننم رو گم کردم تو اون شلوغ پلوغی. باشه. ببین داداش من تو شلوغی یه لنگ دمپایی گم کردم. بی زحمت این لنگشا برام بیار باشه. دست درد نکنه.
فارس کنید. خب دوستان. چه بلبشایی شد دمه در. نفرمایید نفرمایید، ما یکم زیادی لباس پوشیده بودیم فقط همین. درسته، راستش امروز هوا که خیلی خوب بود، شما چرا اینقدر پوشیدید؟ خب حقیقتش یه ضرب المثلی هست که میگه جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت بود عزیز دل برادر، یه چیزی. خب چطورید اوضاع احوال خوبه انشالله؟ الحمدلله الحمدلله، واسه خوبی بچه همون سخت مشغول کار و تلاشی. بله ماشالله ماشالله ماشالله. شما برادری سردار هستید؟ نه نه، سردار یکی از همکلاسی‌های مدرسه‌مون بود. نه خفه شو سارخان، اشتباه گفت سردار. بله ما برادره ایشون هستیم همگیمون. خونتون خیلی قشنگه، واقعا لذت بردم، یه گرما و صمیمیت خاصی داره. هرش یه لونه قشنگ. درسته واقعا گرما شدم و خفه میکنه. نه داداش من زیادی لباس میشدم. خب داداش شما کارتون چیه الان؟ خب سرم این چه بیاده بیه که میکنی؟ استغفرالله اشکال نداره، بچه کنجکاف شده دیگه. من با اجازتون اول یکم از خانوادمون بگم. خب خانوادمون اگه از چند زاویه بهش نگاه کنین نسبت به خانواده‌های دیگه، مثلا دارم میگم یه روابط مستحکمی بین ما هست، یعنی ما مثل زنجیر به هم دیگه متصلی، محکم، سفت، قدرتمند، کنار همیم دیگه تا ابد. ظفر میخواد دهنتو ببندی؟ بله بله. او صدای آهنگ میاد. ها؟ ایوان پسرمون دوست داره با صدای بلند آهنگ گوش کنه، ما هم سعی میکنیم در حدی که تو خانوادمون امکانش هست اینجوری ازش حمایت کنیم. آره چقدر عالیه. خب ما هم غریبه حساب نمیشیم دیگه، آشنایی مثل زنجیر. خب قربان، دلیل مزاحمتمون میدونید دیگه بچه ها هستن، با هم آشنا شدن، هم دیگر رو دیدن و عاشق شدن. دیگه مثل زمان ما که نیست، همه چی خیلی سریع پیش میره. ما هم طبق امر خدا و حدیث پیامبرمون حضرت محمد مصطفی سلام الله علیه و آله و سلم دخترمون بگم و برای پسرمون سرحان میخواییم. قربان والا نمیدانم شغل چیه پسر؟ اینجا ما رستوران داریم آقا، رستوران داریم. قربان حتما اسمشو شنیدید، رستورانمون رستوران طعم آناتولی 1071، آناتولی 1071، آناتولی 1071، آره آناتولی 1071، یه همچین سرودی داره که یکم سخت تو ذهنا میمونه. آره آره. والا چی بگم آخه، در اصل باید از دخترمون بپرسی نظرت چیه دخترم؟ بابا جون هر جور شما صلاح بدونید همونه عزیزه دل. دخترم ما، یعنی من و مادرت برای شادی تو زحمت میکشیم. خب حالا که اینطوره مبارک باشه. خب پس با اجازتون بگم تو هم اگه آمدی وسایل تو برداره بریم بجون. چه خبره الان کجا میرید شما بگم؟ چیز قربان ببین، ساعت 8 صبح هلیکوپتر میاد دنبال ما، قراره ما رو برداره ببرتمون روی کشتی تو دریای سیاه و از اونجا میبرتمون به اسکله اودسا، بعدش هم هنوز معلوم نیست، خدا میدونه. خب اینا یعنی کلا باید زودتر از اینجا بریم. الهامی بفرمایید داداش. میشه بشینیم؟ باشه داداش بشینیم بشینیم بشین. من که چیزی نفهمیدم، چه هلیکوپتری آخه؟ دخترم بگم چه خبر اینجا؟ یه چیزی بگو. خب خب دخترم مثلا بگو که بابا جون یکم برامون پول جور خب نیازی نبود اینقدر به زحمت بیفتی، میشستی جلو میگفتی دیگه. ولی اگه متوجه غلطی که داری میکنی هستی و فقط برای گول زدن ما میخوای همچی کار عجله‌ای بکنی، اون وقت من بهت میگم که من میگم همچی اجازه بهت نمیدم. بعد میگم آقای محترم در ضمن یه نصیحت پدرانه بکنم، عجله یه درخته، میوه‌شم پشیمونیه، فهمیدی دخترم؟ فهمیدم بابا جون. نه نفهمیدی، هیچ کم اینجا نفهمید، اگه میفهمیدی این آقایون انقدر عجله تو کار نمیکردن. نه نه نه، چیزی نیست که نفهمیم، اگه عجله یه درخت باشه درخت هم میوه میده دیگه ها، میوه‌شم میشه دقیقاً پشیمونی، یعنی عجله باعث پشیمونی میشه، معنیش میشه دقیقاً همین. والا من با این ازدواج مخالفم تمام، اما اگه بگی من حرف بابامو گوش نمیدم و بری دیگه خودت میدونی همین. خدا خیلی چه طرز حرف زدن آقا.
آقای محترم، میشه ما مثل دوتا پدر خصوصی گوشه حرف بزنیم؟ من توضیح میدم بهتون، قبول کنید لطفا. توبه خدای من، آخه حرف هلیکوپتر ملیکوپتر میزنه. میگه وقت ندارم، ولش کن بریم. خب راستش بابا چجوری یارو رو قانع کردی؟ آقای هارپر انگار تو شلوغی اوج میگیره، وگه نه تو گفتگوی دو نفر آدم معقولیه به نظرم. آره دقیقا. خشمش میشه البته پلاستیکی بود، مثلا الکی میخواد جلوی فرار دخترش وایسه. چی داری ایچی میگی؟ چیزی نمیگم آروم باش. بچه ها صندوق و وسایل رو خالی کنید، زود باشید. داداش سرحان، چیزی از ماشین لازم نداری؟ نه بابا، بیا غذا بخوریم. بیا داداش، بیا زود باش. باشه اومدم. خب حالا که پولا رو نتونستیم بگیریم چیکار بکنیم؟ خب حالا تو اوکراین چه غلطی میخواییم بکنیم؟ نگران نباش اوکتایی، حلش میکنیم. بالاخره یه کاری بلدیم که باهاش نونمونو در بیاریم. چی میخواییم؟ آره عزیز من، بالاخره همه جای دنیا یکی پیدا میشه که بکشیم بهش. ما هم سازمان خودمون رو رام میندازیم، اما غزنفر هم میشینه بالا سرش و اوه مثل پادشاه ها زندگی میکنه. تو رو خدا من اصلا همچین چیزی میگفتم؟ این خانواده 40 سال رستوران اداره میکنه، هر جا بریم اونجا هم خوبش رو میزنیم. مگه چی؟ بابا مز رضای خدا رستوران محلی نزنیم، به خدا خسته شدم. نه دریایی، پول تو اینه، ماهی، اختاپوس، توریستا میان و میرن، همینجوری دوست دارن بخورن. ببینم باور کن اصلا خودم شیرجی میذارم، میام من خودم حلش میکنم، اصلا نگران نباش. خب ببین دخترم، من به خاطر تمام این اتفاقات از طرف خانوادمون ازت عذرخواهی میکنم. در واقع باید زودتر باهات آشنا میشدم. میفهمم، یعنی همه چیو نمیفهمم، ولی خب دیگه خوبه. خیلی خوب وایسا، بیا نشون بده. نشونش بده دیگه. چیه سنوه؟ آره یه چیزی بین من و سرحال. بابا اون چیه بابا؟ چی شد؟ آره من صورت همو بشورم. چی شد؟ وای 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 نگاهش کن. بچه چقدر سرخ و سفید شد، خجالت کشید. سرها اونو بده من. بله بابا. سرها برو این چون زود باش. کجا؟ برو این خواستم بیرون نمیان. شنید چی گفتم؟ برو از اینجا بیرون نمیان. زود من زود برمیگم. برو تو برمیگرم بهت خول میدم. به خود راست میگم بهت خول میدم. برمیگرم تو فقط همینجا بمون. گوش کن همینجا بمون. برو چون زود باش. خواهش میکنم، خواهش میکنم. نه نه رو زرها در رو باز نکن. چی شد پس؟ چرا تمامش کرده؟ با این اسلحه‌های اتومات مثل M60 اگه شلیکای پشت سر هم و سری بکنی زود داغ میکنن. برای همین تو این موقعیت‌ها باید یکم صبر کنین. مثلا یه مدل شما هم داریم، اگه آتاکانا ورده بود همینجا عملی بهتون نشون میدادم، اونجا خوب یاد میگرفتین. حالا نگران نباشین، یکم دیگه همون بد دارن میزنن. سال بس. بله دیدش. تو حالت خوبه؟ دلم نون میخواد.
زفر خوبم خوبم چیزی نیست فقط سابی تو رست سرحان سرحان دادای سرحان خوبی؟ من نصرتم کجا تو؟ داداش تو این وصیت نباید اینو بگم ولی ببخشید حالا که بحث امشب شد من از همون اول گفتم که گفتم امشب بگیرم گفتن که امشب مگه کوچیکه در ضمن وقتی داشتم از ماشین پیاده می شدم هم گفتم که چیزی لازم نیست بیارم داداش سرحان گفت که نه نه بیا بریم غذامونو بخوریم چی داری واسه خودت برغور میکنی؟ خیلی احمقی همش باید یکی چیزی بهت بگه خودت باید حواست باشه دیگه ای وای ای خدا پسر آخ عزیز من پسر اوکسای داریم میمیریم دیگه بابا بذار بمیریم دیگه. داریم میمیریم منم که ناکام موندم چقدر خنگه بابا ابو جو بابا عزیزا چقدر زر 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 فکر میذارید بابا ما فکر کردیم مردی که تو اوزا شطور رو شکار کردید بابا جان ما فکر کردیم بمیریم بهتره ولی اگه شما نقشه بهتری داری لطفا بابا داشتیم فکر میکنیم که اگه از بینمون بری دیگه زندگی چه معنی میتونه داشته باشه آخه ما چیکار کنیم بدون تو بابا سرباز من که نمیبینم با لطف شما هر بلایم که ناصل چه سبیل سبیل دخترم کجایی چیکار میکنی ها خوبم سرحان دختره رو چیکار کردی گذاشتمش توی یخچال توی یخچال بابا جو میگم اگه نقشه و برنامه‌ای داری الان باید چه غلطی بکنیم اینا میونه به بچه‌ها نون قندی بده خوبه تایی دلمون هم میگیره چابی پسر اینا نون قندی شکم پرن ببین بچه ها گوش کنید های شیش نفر بیرونن تیراندازی رو که قطع کردن یعنی میخوان بیان تو وقتی نفوذ کردن اصلا تکون نخورید حواستون ببر باشه. وقتی من زدم با این نون قندی هایی که دستتونه حمله کنید. هرکی هم که زدید اصلاحش رو بردارید. سرحان. بله بابا. ظفر. بله. شما از پنجره میرید بیرون. اونایی که بیرون هم با شما. اونایی هم که میان تو با ما خوب. حلی بابا حلی. باشه. بابا. نون قندی من شکم پر نیستا. خوردمش. هیچی نداره. این همه یکی دیگه بهش بده. الان میدم داداش خیلی خوب بجوم این بچه ها بدون طرف ها تمومش کنید زود بشید حواستون جمع باشید تموم کنید این کارو باشید چش زود بشید خودتون انداز خوب آخری نبرده بره برونور با تو دراز نکن بابا میگم تیر بهم ساویده برونور بایسته دیگه آرو باشه نونگندی چکم بوری مارتون شده حواست باشه نمیتونم تحمل کنم به خدا خدایا نتونستی این دست جا بندازی یه بار دیگه سعی کن بستر تو رو خدا نمیتونم برو خدا تو شکر کن هنوز زنده ای تو چی؟ تو چطوری؟ بابا دست نزن اون بچه رو دیگه دست نزن بهش بابا کجا میری؟ نمیدونم پاچ دنیای فانی
his drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people. The demands to do something about this outrageous man